به نام خدا. دوستان برگزار کننده همایش علمی پژوهشی طالقانی و زمانی ما که در تاریخ های 22 و 23 آبان ماه در کتابخانه ملی برگزار میشه، یک کار قشنگی رو شروع کردن مدتی از با عنوان چالش گفتگو و روانمداری. این دوستان محبت کردن و به هر حال به بنده هم افتخار دادن، از من خواستن که من هم در این چالش شرکت بکنم. من ضمن سپاس از این دوستان مفتخرم که در این همایش به هر حال انجام وظیفه میکنم و بخش آواز ایرانی رو اجرا خواهم کرد. اما از اونجا که بنده صلاحیت معرفتی صحبت کردن راجع به آرا و افکار و عقاید مرحوم طالقانی رو ندارم، تو این حیطه ورود نمی کنم، اما به عنوان یک ناظر و یکی از علاقمندان و طرفداران ایشون که در واقع ایشون معلم همه نهله های روشنفکری دینی معاصر هستند، من از این زاویه در واقع به مرحوم طالقانی نگاه میکنم که در این نگاه کلی ما چهار دسته و چهار نوع فعال سیاسی یا فعال فکری مبارز، حالا هر اسم میخوایم هم گذاری بکنیم، رو مشاهده کردیم. دسته اولی که تا پایان اونشون موافقانی داره و مخالفانی داره، یک طرف سفیدی مطلق و یک طرف سیاهی مطلق میبینه، گرچه با معیارهایی میشه در واقع هر دو گروه رو در واقع نقد کرد و گفت که نه، این گونه که شما میگویید نیست و اون گونه هم که شما میگویید نیست، من وارد مصادیقش نمیشه. و دسته دوم مردانی هستند و یا زنانی هستند که برای همه فصول آفریده شدن، در واقع مخرج مشترک انواع گفتمانهای متعارض و متناقض هستند و اینا میخوان که برای دوست دشمن یکسان باشن، ولی به نوع این انسان ها هرگز نتوانستن هیچ گروهی رو راضی نگه دارن، تا پایان عمرشون هم همیشه در یک دایره مطلق و در یک سیکل معیوب چرخ میزنن و وارد مصادیقش من نمیشه. دسته سوم بزرگوارانی هستن که در زمانه خودشون بیمهری های زیادی میبینن و ظلم های زیادی به اونها میشه، ولی هرچی که تاریخ میگذره روشنایی اندیشه هاشون، ضمیر پاکشون، اندیشه روشنشون و اون صفای وجودشون بیشتر نمایان میشه، بیشتر روشن میشه. به هر صورت ما میتونیم یکی از مصداقهای دسته سوم رو مرحوم حضرت آیت الله منتظری بودم. اما دسته چهارم که نوادری هستن، انسانهای خاصی هستن که دقیقا اگر بخوایم یه مثال بزنیم به مصداق باشه که به مثابه خورشید هستن. خورشید بر دوست دشمن میتابه، بر ملحد و مؤمن، بر فقیه و عارف، بر عالم و جاهل. شاید در 70 سال اخیر من از نگاه بنده تنها شخصیتی رو که من مشاهده نمیشه که در واقع مخالفان و موافقان دو نهله که با یکدیگر در ستی زندگی کامل هستن بر سر قضاوت رو شخصیتی مثل حضرت آیت الله طالقانی اختلافی داشته باشن. او برای همه پدر بود، ابوذر زمان لقب گرفت و شاید هیچ شخصیتی نباشه که در واقع دو گروه متعارض سیاسی بر سر او هیچ گونه دعوایی نداشته باشن و کاملا هم این برمیگرده به نوع روامداری و تساهل و مهربانی به معنای واقعی کلمه و دموکرات بودن در مقام عمل و تحمل عقاید و گسترش و بست مهربانی بیان همه انسان ها که موجب شده که تا به این اندازه طالقانی امروز حضور دارد و گفت هر جا که هستی حاضری، از دور بر ما ناظری، شبخانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم. من دعوت میکنم از جناب آقای دکتر عبدالفتاح سلطانی،
جناب دکتر احمد زیدآبادی، استاد گرامی جناب آقای عمادالدین باقی، جناب آقای دکتر جانشاه برومند هنرمند برجسته و نیز دوستان بزرگوارم آقایان حسین کروبی و مجید توکلی که در این چالش شرکت کردند.